بیامان مینای من بیامان من مقبول من بیامان من زیبای من بیامان من مینای من. بیندگان عزیز تلویزیون بهار، درودهای گرم نسارتان، مجدی براتون دارم. میدونین بالوی مکی نشسته، صدای آشنا از دورها که توانایی هایی که هر آدم آهنگایش زمزمه میکردن. احمد مرید عزیز، مینای من، سالهای زیادی گذشت و بالاخره ما دماوین اروپا با احمد مرید عزیز، هنرمند محبوب، محبوب دلها، بالاخره اینجا دهالین نشستیم و اینا، از اینا تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتن، دعوت تلویزیون بهار را پذیرفتن و مهمان نمایندگی هالند تلویزیون بهار هستن. خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین بهروز عزیز. من هم بسیار خوش هستم واقعا که اقلا میشه از طریق تلویزیون و از طریق زحمات شما و ابتکار شما در این وقت سال نازوکی که کنسرت هم یکی نیم ساعت بعد 40 دقیقه بعد شروع میشه، اما باز هم لطف کردین و وقت مساعد ساختین که اقلا از دورها با علاقمندای خود، با دوستای خود، با رفقا و عزیزای خود هم صحبت میشیم و میبینیم. اگر من نمیبینم زیاد اونها ما را میبینن. سپاسگزار، تشکر، لطف کردین. میخوایم امرادتان خودمانی باشم. میتوانیم. بخاطر از اینکه یکی از جمله کسایی که چنمنده آهنگ هایت بوده از اون گذشته های دور، من هستم. و مثل ما زیاد کسایی هستن اونایی که با سپاسگزاری هنوز از شما یاد میکنن. به او خاطر بیاین بریم یک ذره وقتی ما به او دورها میرم، در ذهنم میای آهنگ مینای من و زما مینا یا فیروزه یا مرغله را ایده. اما که باره دیگه دور نرین. میخواستم پرسان بکنم که مینا کی بود؟ بله، ما میفهمیدم که همین سوال مطرح میشه و او خاطر خواستم قطع بکنم در اونجا. اما خب این بسیار جالب است آقای بیروز، جالب است که تقریبا فکر کنم 43 سال پیش وقتی که من آهنگ مینای من خواندم، من خودم خب آهنگ خواندم و در وقت تلویزیون هم نبود، تنها رادیو بود و از طریق رادیو مسلسل نشر میشد. صبح ها به طرف مکتب خودم میرفتم، صنف 11 مکتب بودم، در کرانه جوان، در پروگرام های دیگه همی آهنگ، و در راه هم که میرفتیم در سرویس و در بازار اینجا. و بسیار جالب بود، یک روز از سرویس پایین شدم که برم طرف مکتب، یک غرفه چی بود؟ غرفه که تاسیا فروشی وارد یک چیزی که مثلا اونجا روزنامه بود و اخبار بود اینا بود، یک غرفه یک بسیار خوب، و متوجه شدم که در پشت شیشه غرفه یک حکس به من میمانه و در پایینش نشته کردن که هنرمند عبدالصالح که با آهنگ مینای من مشهور شد، مینا کی است؟ باز یک سوالیه چه قسم. خوب رفتم باز بعدا فهمیدن شد که میخواستن مصاحبه بگیرن. بله. و سوال همی بوده. این سوال شما چل چند سال پیش. بله. چل چند سال نگوین که باز بسیار پیر مانم میشه. خب خوشبختانه که در اکتبر این سال بخیر 63 سال همه شد. بله. و ما از امون زمان تا باله با سوال های خبرنگار ها و علاقمند ها مواجه بودیم در کنسرت در اینجا که مینا کی بود؟ مینا کی بود؟ داستان‌های خود مردم ساختن. بله. خود مردم داستان‌های ساختن، قصه‌های ساختن. که من قصه‌ها رو می‌شنیدم، بسیار جالب بود، اما هیچ وقت جواب نگرفتن
و هیچ وقت جوابم نخواد داشت. بله. و دیگه معذرت میخوام که خواهش میکنم. در امی حالت در امی یک سوالیه در امی قسمت دیگه بله مانده و با استفاده از فرصت میخواستم مراتب سپاسگزاری خود و تلویزیون بهاره به خاطر شرکتتان در اولین جشنواره تلویزیون بهار که اونجا بسیار خوب درخشیدین و مورد استقبال گرم قرار گرفتین. در عین زمان شما لطف کردین و دو تا آهنگ جدید اونجا اجرا کردین بر اولین بار که تلویزیون ما و کارکنای ما همیشه سپاسگزار خواهد بود. اما یکی از آهنگا یک آهنگ دیگه بود، یک نام جدید بود. این بار مینا نبود بلکه لیلی بود. آل خیلی بگوین که لیلی کی هست؟ خب لیلی به خانم هست بله که ما تقریبا مدت 12 سال شد ازدواج کردیم و سمری ازدواج هم یک دختره که 10 ساله داریم. بله ما در شب نکای خود یا در عروسی در اون شب که نکا بود در اون شب ما ای آهنگی که شما میگین بله ای آهنگ خاندم ای حقیقت است، ای رویا نیست، ای حقیقت است. اما ای را خب کلگی دید بله که لیلی جان بله ما ای آهنگ برای خانم خاندم و در شب نکا خاندم بله و با هم یک جا در میدان رقص بودیم، با هم یک جا رقصیدیم و راستی همون شب هم دوستا بسیار استقبال کردن و بعد خواهش کردن از من که آهنگ ویدئویی بسازم و تاوال ویدئویی هم نشده، کلیپ نشده و اون شب خواندم. دیگه این یک واقعیت شما هم دیدین، دوستا هم دیدن. بله قصه میناواره سوالیه ندارم. نه نه اما من نمیفهم آهنگایی است که هنرمندا خودشان از خواندن از او بیشتر لذت میبرن. وقتی شما این آهنگ اجرا کردین همه کف میزدن و همه استقبال کردن، من جمله ما هم که بسیار خوشم. خودتان درباره از این آهنگ چی احساس دارید؟ والا اگر راست بیان بکنم احساس بسیار جالب و خوب دارم و همی یعنی بیان کردن نمیتونم، اما همی احساسی که من به همسرم میتونم و با مو احساس خود یا آهنگ ساختم و آهنگ هم هست، آهنگ جالب است، آهنگ نیست که شباهت با آهنگای دیگه داشته باشه، یعنی تکراری نیست زیاد، اما بر خودم همیشه که میخوانم و خانمم گوش میکنه و خودم تنها هم که میخوانم بسیار احساس خوب دارم. بله واقعا همچنان که خب طبیعی که شما آهنگای بر وطن خوندین. با بسیار معذرت میخوایم در قسمت گفتان قطع کردم در قسمت آهنگ لیلی که دختره که آل دوز ده ساله میشه. بله ده ساله میشه و همیشه وقتی خواب میکنم من باید برش یک قصه بخونم و یک آهنگ بخونم، یعنی بی قصه پدر دختر خواب نمیکنه. بله و یک آهنگ بخوانم و همیشه که میگفتمش که کدام آهنگ بخوانم میگفت لیلی جان. که مادرم دوست داره و پدرم دوست داره. خوب سلام عزت میخوام در قسمت آهنگای میهنی سوال میکردیم. آهنگای میهنی زیاد اجرا شده، تقریبا هر کسی اجرا کردم، اما من نمیفهم که چرا اگر گناه من این است که عاشقی وطنم چرا زنگ از دل میکنه و این چطور اجرا کردین؟ و خب یکی خب من فکر میکنم که احساسات مردم قابل قدر است، استقبال مردم قابل قدر است. واقعا رول مردم در شناختاندن هنرمند، استقبال از هنرمند، تشویق هنرمند بسیار رول داره. واقعا من سپاس از مردم میکنم. اما این آهنگ یک داستان بسیار کوتاه و عرض میکنم چون وقت زیاد نیست. ما در زندان بودیم، سالهای 1358 بود بس. و در زندان بسیار جالبی بود که امی قاضی یا مستنطق بار بار سوال میکرد که شما را بر چی آوردن؟
شما گناهتان چیست؟ ای مستنده از ما سوال میکرد و این پیش ما چی آمد که خب سوال ما میگفتم خب شما مرا آوردیم مجزگویانه گناه چی است؟ وقتی که مسائل تحقیق اینا خلاص شد و ما در زندان دیمزنگ ما را انداختن به زندان دیمزنگ در همونجا همیشه خطور میکرد در فکرم که گناه ما چی است؟ خب گناه ما یک چیز است که وطن و میهن و مردم خود دوست داریم و بله. هر سیستم و هر رقم و هر رنگ و رسمی که بر ضد مردم و بر ضد ملت ما باشه ما او را دوست نداریم و امی باعث شد که بگویم اگر گناه من این است که عاشق وطنم بدان تا که جهان است فدای این سخنم ریا و ایله و تزویر نیست پیشه ما دویده خون محبت برا گریشه ما که عشق میهن و مردم فریب و اغوا نیست هر آن که عد ببست و شکست از ما نیست یک زمزمه کوتاه میکنین امیره ببخشین اگر گناه من این است که عاشق وطنم بدان تا که جهان است فدای این سخنم اگر گناه من این است که عاشق وطنم بسیار عالی است واقعا اما آیا در غربت باز هم به یاد وطن چیزی افتاده؟ ببخشید قبل از اینکه سوال بکنم میخواستم بگویم که شعر یا آهنگ از کی است و آهنگ از ساخته ای کی است؟ خب آهنگ طبق معمول از خودم است اکثرا آهنگ هایم و تصنیف بگویم شعر نامش هم تصنیف آهنگ هم از خودم است و این همیش تصنیف و آهنگ هر دویش در زندان ساخته شده واقعا بسیار عالی است بسیار عالی است نمیفهمیدش دم قصال ها امی گفت نمیفهمیدم بله بله یا آهنگ زندانی است بله بله و در اینجا گاهی هم چیزی بر وطن خواندیم بله بله آقای بیروز بارها و چندین آهنگ و بخصوص در این وقتهای نزدیک برای نوروز سال 97 ما شما یک آهنگ خواندم جدید و شعر از فقیر بیرنگ کدامنی بود بله خدا دوباره بهار بیار در کابل که باز ابر کند گریه و بخندد گل بله یا آهنگ ثبت کردین بله ثبت خب با مو استیدو با مو امکاناتی که داشتم بله. قبلا باید بگویم که اوتو با کوالیتی و کیفیت بسیار بلند نیست اما مردم بسیار استقبال خوب کردن با وجودی که واضح زیاد چی نداشت تمام هستم یه بدم قسمت اول ای آهنگ یک شافرد از کو هم از آقای کدامه نیست که میگه که قسمت چه براتون میخوان من در اینجا دل مرا در کوچه های کابل است بر زبانم نامه و بر لب نوای کابل است ای خداوند که می باشی لطیف و هم قهار لطف تو هر جا چرا قرد برای کابل است خدا دوباره بهار بیار در کابل که باز ابر کند گیریه و بخندد گل اگر خود سخن اینجا آمد میخواستم پرسان بکنم که این غربت که بسیاری ها را برد و به کشورهای مختلف جهان حتی فامیلایی وجود داره که متواری شدن در مجموع کره زمین و قاره های مختلف بله بله شما چطور چه وقتی مجبور شدین کشور را ترک بکنین؟ و چه مسیر را پیمودید؟ از ما آقای بیروز بسیار جالب بود خب من سال 1980 برای تحصیلات آمدم مسکو و در رشته حقوق و علوم سیاسی تا سطح مستری تحصیل کردم
و بعدا خواستم سالهای 1988 بود طرف کابل سفر بکنم. ما بدبختانه که اوضاع و شرایط قسمه بود که دیگر مشکل بود و تهدیدات بود که متوجه جان ما بود، متوجه بی‌سامانی هایی بود که مثلا نمیتونست آدم خدمت را واقعا انجام بده. اما با او خاطر در سال 1988 ما مهمان هنری و فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ تاجیکستان شدم و تقریبا ما سال 90 تا 91 یک سال ما مصروف برنامه های تلویزیونی، رادیویی و بزمه های ادبی و فرهنگی در تاجیکستان بودم. که بدبختانه در تاجیکستان هم حالت برهم خورد و حالت سیاسی و حالت فرهنگی همه، و دولت تاجیکستان از ما خواهش کردند که به خاطر این موضوعات جنگ‌های داخلی ما بودم و یک ستاره مشهور سینمای ایتالیا بود کمیسار کتن یک فیلم بودم و ما در یک دق محل بودیم، در یک محل بر ما جای داده بودن، زندگی میکردیم یک جای. ما و اونا را با یک چی آدم بگویه با یک امنیت بسیار خاص بردن تا میدان و مجبور شدیم که تاجیکستان را ترک کنیم. و بر ما گفتن خود وزیر اطلاعات و فرهنگ در وقت که شما یک مدت تا اوضاع خوب شد بیاین نشه در مقابل مهمان های ما حرکت کدام چه شد. اما روزای دشوار تاجیکستان، روزای دشوار بود. باز بالاخره یک دعوتنامه گرفتم از کشور آلمان و آمدم آلمان و انتظار بودم که چی وقت دوباره به کشور تاجیکستان و یا به کشور خود برم، اما دیگه زمین مساعد نشد و شرایط قسمت از در اروپا که وقتی تو آلات مه ویزه شما خلاص میشه میگه دیگه آره پناهندگی میتی یا اگه نیست خیلی دیگه تکلیف کم کو برو دیگه. ما بالاخره ماندم از سال 91 تا الهال در این کشور و مصروف یعنی کارهای موسیقی، کارهای فرهنگی و زندگی های اجتماعی شخصی خود. او تو که دیدم میشه و کدام نشانی که بیبودی آدم احساس بکنم که اوضاع در مبین کشور تغییر میکنه، ولی خوب به امید در جای خود باقی میمانه، مردم زنده هستم. ما وقتی اینجا میبینم یک نسل توانا، اونهایی که تحصیل کرده بودن، تحصیل گذار بودن و میتونستن نقش بسیار بزرگی را در بازسازی کشور ایفا بکنن، همه اینا متواری شدن به کشورهای غربی، به کشورهای همسایه و قسمتهای از آسیا. ولی اگر روز اوضاع یک مقدار تغییر بکنن، چی تصمیم خواهد داشت؟ خدا کنه خدا گپ شما را قبول بکنن و خداوند این روز بیاره. مثل که دم شعر پیشتر گفتم که خدا دوباره بهار بیار در کابل. و ما سالهای 2013 بود تا 2015 تقریبا ما از طریق سازمان آیویم دعوت شدم و وزارت اطلاعات کلتور و شخص وزیر صاحب و امین صاحب وزارت اطلاعات کلتور دعوت کردن برای مشاوریت موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان. بله ما رفتم در اونجا 2 سال کار کردم و در قسمت ارکستر ملی ما بعض گپ هایی بود که خواستیم جمع جورش بکنیم و بعض مسائل دیگه در قسمت موسیقی و در قسمت ترتیب دوباره بازسازی موسیقی افغانستان. اما کار سخت مشکل است در افغانستان در این شرایط، چون همه چیز بارانی شده، همه چیز تغییر کرده و یک آدم اگر خدا نخواسته اگر گپ ما زیاد بی جا نباشه، امو صداقت و امو پاکی و امو نماد وطن دوستی و عشق به وطن و اینا بسیار کم شده و عناصری که اونجا هستن اونا نمیتونن زیاد بودن، نمیتونن با اون شرایط بسازن. اما خداوند اگر روز بیاره و
ما شما فکر میکنیم یکی ما در اینجا دیگه حوصله و طاقت نداریم که باشیم. وطن وطن است، هر چا تخپل وطن کشمیر دی صفت ما، هر چا تخپل وطن افغانستان دی. در صورت ما کن خر خر